سلام، به تماشا خوش اومدید. من رجا اثری هستم. این برنامه اختصاص داره به معرفی چند فیلمساز زن. تماشا این هفته رو در نمایشگاهی از آثار شیرین نشاط اجرا میکنم. شیرین نشاط نزدیک به 3 دهه است که توی کارهاش به هویت، تبعیض و جنسیت توجه کرده و مسائل سیاسی و اجتماعی مربوط به ایران در مرکز بیشتر ویدیوها و عکس‌هاش بوده. اما نشاط توی چند مجموعه اخیرش از سوژه‌های غالباً ایرانی خودش فاصله گرفته و سراغ مردم آمریکا رفته. نمایشگاه سرزمین رویاها بیشتر از 60 پورتری جدید نشاط رو کنار یک ویدیوی 2 بخشی قرار داده. نشاط توی این مجموعه از گروهی از مردم ایالت نیومکزیکوی آمریکا خواسته تا جلوی دوربین او بشینن. ایالتی که یکی از فقیرترین بخش‌های آمریکاست. سوژه این عکس‌ها بیشتر زن و مردهایی به حاشیه رونده شدن، بومی‌های آمریکایی، آمریکایی‌های آفریقایی تبار و مهاجرهایی از آمریکای لاتین. پورتره‌های به دقت صحنه آرایی شده نشاط مثل همیشه با خط و ادبیات فارسی همراهن. پیش‌زمینه بیشتر عکس‌های این مجموعه از تصویرسازی‌های چاپ‌ها و متون قدیمی ایرانی الهام گرفته. توی بعضی از این کارها میشه نام افراد رو به خط فارسی در گوشه قاب‌ها دید. 2 ویدیوی نمایشگاه روایتی سورئالیستی از فرایند خلق عکس‌های این مجموعه رو تصویر می‌کنه. سیمین که شخصیت اصلی این ویدیو 2 بخشیه، سالهای دانشجویی خود شیرین نشاط رو در اواسط دهه 80 میلادی تداعی میکنه. Can I help you? I'm so sorry to bother you. I'm an art student and I have an assignment to photograph people in their homes. I was just wondering if I can take your portrait. It'll only take a few minutes. You're an artist? I'm an art student, but... Come on in. Beautiful. And just one more. Okay. Perfect. Thanks. Oh, actually, would you do me one more favor? Favor? Do you mind telling me your last dream? My last dream? It's for this assignment. دوگانه‌های مرد و زن، سیاه و سفید و داخلی و خارجی همیشه در کارهای نشاط حضور داشته. اما این بار مرز بین واقعیت و رویا دوگانه جدید نشاطه که حتی به داستان شکل‌گیری خود نمایشگاه هم رسوخ کرده. اینم از سرزمین رویاهای شیرین نشاط. حالا بریم سراغ بقیه گزارش‌ها. My mom and I get along super well, but we just can't talk about the past. مریم زاره و مستند متولد اوین در دنیای انیمیشن های شبنم رضایی، دلفین مینویی و مستند داریا کتابخانه زیر بمباران. فیلم متولد اوین داستان ناگفته تولد فیلمساز در زندان اوین در دهه 60. در دهه‌ای که در اون هزاران نفر به دلیل داشتن گرایشات سیاسی با حکومت ایران به زندان افتادن و شکنجه و اعدام شدند. مریم زاره کارگردان این فیلم که در کودکی به همراه مادرش بعد از رهایی از زندان به آلمان مهاجرت کرده، حالا به دنبال پاسخ سوالاتش درباره تولدش می‌گرده. دوربین به دست می‌گیره و سعی می‌کنه با مادرش و همبندانش سر صحبت رو درباره ماجرا باز کنه. تماشا با مریم زاره درباره تجربه ساخت این فیلم صحبت کرده. Today I'm 35 years old and I know my father couldn't be with us because he was trapped in a political prison called Evin. I also know I was born in that prison and that's basically everything I know. داستان فیلم متولد اوین جستجوی من برای درک شرایط خشونت بار تولدم در زندانه. راستش من همیشه حس می‌کردم که نسبت به اون چه که از سر گذروندم و شاهدش بودم و تا امروز همیشه در زندگیم مسکوت مونده بوده مسئولیت دارم. Graves of executed prisoners stretching out as far as the eye can see.
Men were arrested at 10 in the morning and dead by 11. Rows of prisoners were shot by firing squad. The legacy of abuse is extensive and inevitably persists to the present day. همیشه دلم می‌خواست با پدرم یه مصاحبه بکنم و از اون چه که در اون دوران اتفاق افتاده و او تجربه کرده و ازش با خبره بپرسم. چی بود؟ پیران. پیران؟ یه موقعی که همون می‌رفتن یه لونگ دادن. بعد موقعی که یکی می‌رفت بیرون اعدام می‌شد، نفر بعدی می‌پوشیدش. می‌شستیش؟ بعد موقعی که اونا اعدام می‌کردن، یکی دیگه چیزی می‌کرد. بعد من اینو نگه داشتم، یه لونگ اینکه به پا می‌بندن. ولی کم کم متوجه شدم ابعاد قضیه خیلی از اینها بزرگتره و ما نسل دومی هایی که خارج از ایران بزرگ شدیم هم برای کنار اومدن با این قضیه نیاز داریم که راجبش حرف بزنیم. سعی کردم نشون بدم که وقتی آدم به سراغ سایه های ناخوشایندی که گذشته بر زندگیش انداخته میره چی میشه. من هنرپیشه هستم و کارگردان از برلین تو آلمان. الان 3 سال روی پروژه کار میکنم، داکیومنتری فیلم تو سال زندان تو ایران تو سال 80. من خودم تو زندان اوین به دنیا اومدم و دنبال بچه ها هستم که همون وقت با من اونجا بودن و مادرشون که دوست دارن با من حرف بزنن. من دلم نمیخواست توی فیلمم باشم. اول که تحقیقم رو شروع کردم، قصدم این بود که بچه های دیگه که همزمان با من تو زندون به دنیا اومده بودن رو پیدا کنم. اما بعد متوجه شدم این کار یه جور فراره و راهیه که من باز سکوت رو نگه دارم. میدونستم که اگه این شجاعت رو پیدا کنم که داستان خودم رو بگم و به نمایش بذارم و سختی های رفتم به سمت مسائلی که اینقدر برام دردناک و مشکله رو متحمل بشم، میتونم به یه چیز صمیمانه و صادقانه دست پیدا کنم که بقیه رو هم تشویق کنه که بخوان سکوت رو بشکنن. My mom and I get along super well, but we just can't talk about the past. 3 decades of silence, and not once I had asked her, Mom, what has happened to us in prison? And not once did she tell me, Mariam, I think we should talk about something. برای کسی که قربانی خشونت بوده، همین که جون سالم به در برده جای تمجید داره. نمیشه رو دوششون بار اضافی گذاشت و گفت حالا که جون سالم به در بردی، باید به اتفاقی که افتاده نگاه کنی و باش کنار بیای و زبانی برای بازگوییش پیدا کنی. من هرگز چنین انتظاری از کسی ندارم. ولی من شخصا فکر میکنم که اگه آدم به گذشته و به اون چه که روی هستیش سایه انداخته توجه نکنه، نمیتونه صادقانه زندگی کنه. همیشه زندگیش توام با ترس از جهان پسرونده شده ناخودآگاه خواهد بود و نقاط تاریک زندگیش زیاد میشه. I was 8 months old when my mother was arrested. I was 2 years old, so she was arrested on 15th of June 1981. I was 2 years old when my aunt was executed in October 1982. I was 8 years old when my mother was executed in the massacre of the summer of 1988. So the story is that the movie starts. داستانی که فیلم با اون شروع میشه داستانی از تلموده که میگه هر نوزاد تا پیش از تولد شمعی بالای سرش روشنه. این شمع سمبل اینه که همه چیزو میدونه. در لحظه تولد یک فرشته اون شمع رو فوت میکنه و نوزاد همه چیز رو فراموش میکنه و در مسیر زندگیش باید راهی پیدا کنه که همه اون چیزایی رو که فراموش کرده دوباره به یاد بیاره. من فکر میکنم یه جورایی این بازیابی دانسته ها و درک و تصدیق اون چه که بر ما گذشته و مواجهه باهاش لازمه. متولد اوین با سوال من درباره شرایط تولدم در زندان شروع شد. ولی یه جایی میرسه که پاسخ سوال دیگه اهمیتی نداره. اون چه که در واقع اهمیت داره اینه که من با اون چیزایی که روی گذشتم سایه انداخته مواجه بشم و قدرت بیانشون رو پیدا کنم. اینم باید در نظر گرفت که گرفتن جواب حق ما نیست. نسل قبل مجبور نیست به ما جواب بده، ولی ما مجازیم و حق داریم که سوال کنیم. Das ist ein ganz, ganz schönes Gedicht. رسید مژده که ایام غم نخواهد بود. غنیمتی شماره شم وصل پروانه که این معامله تا صبح دم نخواهد ماند.
شبنم رضایی یکی از مؤسسان یک شرکت برنامه‌سازی برای کودکان به نام بیگ بد بو در کانادا و آمریکا. اون برای این شرکت انیمیشن‌هایی می‌سازه درباره موضوعاتی که کودکان در جامعه امروز ممکنه باهاش روبرو بشن اما درباره چیزی ندونن چون کمتر براشون توضیح داده شده. موضوعاتی درباره مثلا چند فرهنگی بودن، چند زبانی بودن، داشتن والدین همجنسگرا و دوستی با افرادی از نژادها و فرهنگ‌های مختلف. تماشا در نیویورک به دیدار شبنم رضایی رفته. به خاطر 11 سپتامبر بودش که تصمیم گرفتم که تو زمینه انیمیشن کار بکنم. از این خسته شده بودم که تو اخبار فقط راجب ایرانیا در زمینه جنگ و تروریسم و اینجور چیزا صحبت میکنن. این بودش که کارم رو ترک کردم، کارم رو در وال استریت، و تصمیم گرفتم که توی زمینه انیمیشن کار بکنم، برای بچه ها فیلم های فرهنگی درست کنم که شاید از طریق فیلم ها و کارتون ها بتونم نظر اولا آمریکایی‌ها رو راجع به ایران عوض کنم و دومن بچه‌هایی که ایرانی آمریکایی هستن و خارج از ایران دارن بزرگ میشن اونا رو با فرهنگشون بیشتر آشنا بکنم. سوسن، سامان، Welcome to America. Come on now, don't be shy. Give your auntie a hug. Ooh, thanks. That gives me energy. Bobby, remember your cousins? Come and say hello to them. داستان بابک و دوستان داستان یه پسر بچه ایرانی آمریکایی هستش که خارج از ایران داره بزرگ میشه و راجع به تمدن و تاریخ و فرهنگ ایران هیچی بلد نیست. پسر خاله و دختر خالش سوسن و سامان از ایران میان که اونو ببینن و اینا میخوان هفت‌سین رو بچینن و چهارشنبه سوری رو جشن بگیرن و بابک اصلا از این سنت‌ها هیچ خبری نداره و بر همین خیلی ناراحت میشه. بعد تو خوابش میره تخت جمشید و عمو نوروز میاد پلوش و براش میگه که نگران نباش بابک جان، خیلی عادیه که آدم به دو تا فرهنگ تعلق داشته باشه و اینو باید قبول بکنی که تو هم ایرانی هستی هم آمریکایی هستی و این دو تا رو هم دوست داشته باشی و هم بتونی ازش لذت ببری. Why haven't you ever visited me before and given me presents? Because you needed to bring me alive by learning about Nowruz and our traditions. شخصیت هایی که تو تلویزیون بچه ها میبینن بیشتر سفید پوستن و حدود 80% این شخصیت ها پسر بودن. اینکه میخواستم دختر بیشتر باشه، از جاهای مختلف باشه، مثلا بچه های ایرانی تو تلویزیون باشن یا قیافه هاشون فرق داشته باشه، به این دلیل بودش که ما سریال میکس ناتس رو درست کردیم که بتونیم اینو به شبکه های بزرگتر برسونیم. ولی بازار اون موقع این 7-8 سال پیش بود برای یه همچین کار آماده نبود. کلن میخواستن این شخصیت هایی که ما درست کرده بودیم یا عوض بکنن یا اینکه به اون سوژه هایی که ما میخواستیم خیلی زیاد راجع بهش صحبت بکنیم براشون زیاد مهم نبود. سریال دومیمون بود 1001 شب. کار دومیمون بود، یعنی تجربه ما بهتر شده بود. یه خانواده درست کردیم که شهرزاد با شهریار و دوتا بچه داریم، شاهزمان و دنیازاد. در هر قسمت داستان شروع میشه و بچه‌ها یه کاری انجام میدن که شهرزاد رو به یه فکر یه قصه میندازه و شهرزاد برمیگرده تو خاطرات و این قصه رو میگه. به طور کلی مدیریت پروژه ها با من هست، یعنی من هم به ایده ها فکرامو میکنم و داستان ها رو مینویسم، کارگردان هستم و از نظر هزینه و اینکه بتونم فیلم و سریال تموم بکنم به عنوان تولید کننده هم کار میکنم. Let me tell you a story. Okay, Dad. قصه اولیه شوالیه شجاع این بودش که یه شوالیه بوده که یه شاهدخت و شاهزاده که خواهر و برادر هستن و از یه اژدهای قرمز نجات میده و شاه ازش میپرسه که به خاطر این کاری که بر من کردی و بچه‌مو نجات دادی جواهر و طلا میتونم بهت بدم. شوالیه میگه نه. میگه میخوای با دخترم ازدواج کنی؟ شوالیه میگه نه، من اون کارم نمیخوام بکنم. و شاه بهش میگه خب پس چی کار میخوای بکنی؟ میگه میخوام با پسرتون ازدواج بکنم. Hi Dad. There you are.
Are you ready for your lesson in becoming a knight? این شوالیه و شاهزاده با هم دیگه ازدواج کردن و الان توی یه قصری زندگی میکنن و یه دختری به فرزندی قبول کردن. این دختر 12 سالشه و اسمش هست نیا و سیاه‌پوسته. و هر قسمت داستان این هستش که دختر ما نیا میخواد یاد بگیره مثل پدرش یه شوالیه شجاع بشه و برمیگردیم به موقعی که شوالیه بچه بوده و چجوری خودش شوالیه شده. Shouldn't he be tied up or something? I've collected some things to help you build a ladder. It is best to take it nice and slow. Well, that's lucky. Now hold on, Nia. You can't always trust what you see. Let me tell you a story about a tower I once found. پشت پرده هم برام مهمه که نویسنده ها کسایی که باهاشون کار میکنم از جاهای مختلف باشن. برای 16 هادسن ما در اتاق نویسندمون که 12 نفر نویسنده داشتیم سعی کردم 50% خانوم باشن و 50% آقا باشن. برای هنرمندای صدا هم همینطور. وقتی که صداها انتخاب میکنیم مثلا برای شخصیت سم که چینی هستش شخصیت رو انتخاب کردم که واقعا چینیه خودش. این برای من خیلی مهمه که پشت پرده شخصیت ها با روی پرده موازی باشن و به همدیگه جور باشن. برای من خیلی مهمه که میتونیم روی طرز فکر بچه ها که نسل آینده هستن تأثیر بزرگی بذاریم و بهشون یاد بدیم که همدیگه رو بپذیرن. وقتی که بچه ها از نژاد مختلف هستن یا خانواده هاشون فرق داره، ترکیب خانواده فرق داره یا اینکه رنگ پوستشون از کس بعدی فرق داره، این سوژه های خیلی مهمه که ما بچه ها یاد بدیم و بهشون یاد بدیم که کلن پذیرش همدیگر رو داشته باشن. داریا شهری است در 7 کیلومتری دمشق در سوریه. این شهر یکی از شهرهای پیشرو در قیام مردم سوریه بود که سرانجام بعد از سالها محاصره به ویرانه‌ای تبدیل شد و خیلی از ساکنانش کشته شدند. دلفین مینویی روزنامه‌نگار و کارشناس خاورمیانه با الهام از داستان چند جوان در این شهر کتابی نوشته به نام نجات دهندگان کتاب داریا. این کتاب روایت تلاش این جوانان برای ساختن کتابخانه مخفی زیر خرابه‌های شهر. انقدر این ماجرا شگفت‌انگیز بود که دلفین مینویی همزمان با نوشتن کتاب فیلمش رو هم می‌سازه به نام داریا کتابخانه زیر بمباران. این اولین عکس و اتفاقی تو اینترنت پیدا کردم. عکس پرسش برانگیزیه چون نه دری وجود داره نه پنجره‌ای، فقط دیوارهایی پر از کتاب و یه نشونه کوچیک پایین عکس که میگه اینجا کتابخونه مخفی شهر داریاست. دلفین مینوی هستم، خبرنگار هستم برای روزنامه فرانسوی لوفیگارو. در کشور مختلف کار کردم، ایران، لبنان، مصر، افغانستان، عراق و الان در استانبول زندگی میکنم و خیلی راجع به موضوع سوریه هم کار میکنم و از این طرف یه دفعه با یک گروه جوونا آشنا شدم که داستانشون انقدر فوق‌العاده بود که تصمیم گرفتم که نه تنها یه متنی بنویسم برای لوفیگارو ولی یک کتابم بنویسم راجع به تجربهشون. فرهنگ لغت را باز می کنم. داریا در زبان سوریانی قدیمی به معنی تعداد زیادی خانه است. چه سرنوشت تلخی برای شهری با چنین نام که امروز خانه های سرپایش انگشت شمارند. شدت بمباران گاه چنان زیاد است که جاده ها را می شکافد. آنچه در تمام این تصاویر تکان دهنده است خیابان های خالی است. پرده های آهنی کشیده شده، مدرسه های متروکه، نانوایی های تعطیل. داریا شهر ارواح خالی از سکنه. كنا مجموعة رفقات بداريا من اولى المدن اللي صارت ضد نظام بشار الاسد. كنا بعاد عن الشام 7 كيلومتر بس. بشار اسد شهر رو محاصره و بمباران کرد. در نتیجه این جوونا تو شهر ممنوعه گرفتار شدن. اونا با هم قرار گذاشتن که اسلحه به دست نگیرن.
شروع کردن به گشتن خانه های بمباران شده و زیر آوارها یک گنجینه پیدا کردن. همه کتاب های مدفون. اونا 15,000 کتاب رو جمع آوری کردن و تصمیم گرفتن همین میراث کم باقی مونده رو حفظ کنن و باهاش یک کتابخونه درست کنن. و این کتابخونه تبدیل به کتابخونه مخفی در یکی از زیرزمین های داریا شد تا از بمباران های دائمی رژیم در امان بمونه. به همین دلیله که من اسم این کتاب رو نجات دهندگان کتاب داریا گذاشتم. کان مو پرتنوع الكتب اللي لقوه. کتب دینی، کتب تاریخ و روایات ممنوعه من النظام. كل کتاب کان مهم. على الصفحه الاولى كتب اسم صاحبه. ليرجعوا لي بعد الحرب. از کتاب‌های مورد علاقه‌شون برای مثال کیمیاگر پائولو کویلو بود یا شعرهای فوق‌العاده‌ای از محمود درویش شاعر فلسطینی درباره آزادی. اونا عاشق کتاب‌های راهکار رشد شخصیت به روش آمریکایی بودند. به مرور زمان این کتابخانه به یک محل ملاقات تبدیل شد، به یک دانشگاه زیرزمینی. همه جور بحثی در جریان بود. گاهی حتی با امکانات موجود ویدیو کنفرانس برگزار می‌کردند و با مخالفین در خارج از کشور تماس می‌گرفتند. توی همین مکان نامزدی و عروسی برگزار کردن. اونجا همچنین جایی برای تأمل بود، چون همه اینها در بستر جنگ اتفاق می افتاد. اونها دوستان زیادی رو در دوران محاصره از دست دادن. برای همین گاهی هم در میان کتاب ها تشییع جنازه برگزار می کردن. احساس می کردن کتاب ها از اونا محافظت می کنن. هم به صورت فیزیکی و هم استعاری و ذهنی. و به این ترتیب این کتابخونه تبدیل به قلب تپنده شهر داریا شد. شهری که در پایان محاصره 90% تخریب شده بود. هلا الله. هاي البلد ومكان في مطبخ. كل هون كلف دم. كلف دم. كلف دم. داریا یه شهر نمادین بود. برای همینم حکومت میخواست به هر قیمتی اونو نابود کنه تا راحت تر بتونه بر دوگانه یا بشار اسد یا تندروها سهه بذاره. به همین علت هم یک خواست جدی از طرف سیستم وجود داشت که خاطره انقلاب 2011 رو پاک کنه و هیچ اثری ازش باقی نذاره. اما فوق‌العاده اینه که این بچه‌ها از همون ابتدا نسبت به این موضوع آگاه بودن. اونا متوجه بودن که خبرنگارها نمیتونن حاضر باشن و از درون داستان شهر اونها رو تعریف کنن. پس فکر کردن خودشون به عنوان شهروند خبرنگار دست به کار بشن و این محاصره رو مستندسازی کنن تا ضد گفتمانی باشه بر روایتی که حکومت مصرانه میخواست القا کنه. این بود که در اون 4 سال محاصره جوانان داریا روزمرگیشون رو ثبت کردن. الله اكبر داريا سقوط صاروخ متفجر على المدينه 12/1/2013 الله اكبر عهد انت بخير. وقتی در اواخر تابستان 2016 بالاخره مجبور به ترک داریا شدن، هر کدوم اجازه داشتن یک کیف کوچیک همراه داشته باشن و یکی از اونا به اسم شادی حواسش اونقدر جمع بود که همه اون هارد دیسک ها که حافظه تصویری داریا بود رو همراهش برداره. وقتی به طور غیرقانونی از مرز ترکیه عبور کرد و ما موفق شدیم بعد از سالها تماس مجازی برای اولین بار همدیگر رو در یک کافه در ترکیه ملاقات کنیم، هارد دیسک ها رو با خودش آورد. همونجا من فهمیدم که علاوه بر کتابی که میخواستم دربارشون بنویسم، حتما باید فیلمی هم بسازم. در حالی که برای کتاب احساس میکردم که روایت داستانی رو باید از نگاه شخصی خودم پیش ببرم، اما برای فیلم با وجود شادی در کنارم، فکر کردم که این اونه که باید داستان داریا رو از زبان اول شخص تعریف کنم. انا شادی و باسم کل اللي كانوا معنا رح احكي لكم قصتنا. قصة مقاومة سلمية عبر الكتب والنشاط المدني. قصة البلد يلي حلمنا فيه، يلي حاولنا بناؤه، يلي ما بننساه أبدا. داستان خود شادی هم بسیار تأثیر گذاره.
چون نه تنها اون بود که این تصاویر رو نجات داد، بلکه بخشی از تصاویر رو هم خودش با به خطر انداختن جونش فیلم برداری کرده. تا جایی که یک بار در حال فیلم برداری ترکش خمپاره‌ای به دوربینش اصابت کرد. و طنز و زیبایی داستان در اینه که همین دوربین هم جان اون رو نجات داد. تکثیر خشب مدمر داخل مدرسه. آنها با کتاب‌ها، شعارها، مجله‌ها، گرافیتی‌ها و آثار ادبی‌شان تا آخرین لحظه در برابر یورش نظامی مقاومت کردند. زشتی جنگ مغلوب کلمه، بنای یادبودی از کلمات، بی خانمان برای نسل آینده. برنامه این هفته هم تموم شد. ممنون که همراه ما بودید. میتونید تماشا رو دوباره روی وبسایت و یوتیوب بی بی سی فارسی ببینید. گزارشاش رو هم میتونید روی شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. تا هفته دیگه خداحافظ.